یا همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. روزتون بخیر. من در مورد رابطه‌ام می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. از کجا تلفن می‌کنید عزیز؟ استرالیا. چند ساله با یه آقای آشنا هم. الان سه چهار ماهه که نامزد کردیم و نه صبر کنید عزیزم. شما به من بگید اول خود شما چند سالتونه؟ من 2 ماه دیگه 31 میشم. و ایشون چند سالشونه؟ و ایشون هم 41 سالشونه. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ بله ایرانی هستن. هر دو چه مدتی استرالیا هستید؟ من 4 سال استرالیا هم، البته از قبلش اقامت داشتم میمدم و میرفتم. ایشون حدود 14-15 ماهه اینجان. ولی ما از ایران هم دیگر رو میشناختیم. این رابطه حدود 6-7 سال پیش از ایران شروع شده بود. چند دفعه با هم بریک آپ کردیم و در نهایت پارسال، من 15-16 ماه پیش، زمانی که اومدن استرالیا دوباره به من پیام دادن و دوباره رابطه رو از سر گرفتیم. آیا در یک شهر در استرالیا هستید؟ اول در یک شهر نبودیم. چند هفته یک بارشون می اومدن خونه من، من می رفتم اونجا. بعد تقریبا ماه جون اومدن شهر ما، نامزد کردیم و 2-3 هفته بعدش با هم خونه گرفتیم. الان با هم زندگی می کنیم. به من بفرمین هر دو فرزند چندم خانواده هستید؟ هر دو فرزند اول هستیم. من یه برادر دارم 4 سال از خودم کوچیک‌تره و ایشون هم یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارم. هر دو چی خوندید و چه میکنید؟ هر دو پزشک. بسیار خوب. خب به من بفرمایید چه خبر بوده این مدتی که با هر حال با هم نامزد بودید و هم خانه هستید؟ ببخشید نفهمیدم. گفتم چه خبر بوده بینتون و به چه دلیل لطف کردید تلفن کردید؟ من اخیراً متوجه شدم که ایشون خیلی به من دروغ میگه و مشکلی که پیش اومده الان اینه که من روی گوشیشون رمز میذاشتن و من رمز گوشیشون رو پیدا کردم. چند هفته پیش چند دفعه گوشیشون رو چک کردم و مکالماتشون با خانوادهشون تو ایران رو خوندم. متوجه شدم که پول فرستاده تو ایران، تو ایران ملک خریده و به من نگفته. سر این خیلی ناراحت شدم. چرا به شما چه مربوطه؟ نه سب کن به شما چه مربوطه عزیز؟ دقیقا میخواستم بپرسم که این باید به من میگفته یا نه، چون نه. من میخواستم کنترل کنم این کارو که خریده یا نه، ولی دوست داشتم به من بگه. نه ببینید، اینکه شما یه چیزی رو دوست دارید یه مسئله است، اینکه واقعا درسته بدونید قصه دیگری است، اینکه حق شما مسئله دیگری است. نه، شما دو تا آدم با هم نامزد کردید. حالا بعدم اگر تعریف نامزدی اون چیزی که ما میشناسیم بسیار متفاوته که آدم‌ها برن با هم زندگی کنن، ولی خب شما ماجرای نامزدیتون که خودش یه گفتگویی داره که خواستید یه مقدار مراسم رو نامش رو داشته باشید، محتواش رو نداشته باشید. ما قرار بود نوامبر ما اصلا قرار بود بریم ایران که عروسی بگیریم حدودای آگست که به خاطر کرونا نتونستیم بریم و منتظریم ببینیم کرونا چی میشه. در نهایت صحبتش رو کرده بودیم که نوامبر هم اینجا ازدواج کنیم، یعنی ماه دیگه. نه ببینید عزیز، نه چون بحث کردید مطرح میکنم. ببینید ما قراره با هم آشنا بشیم، از هم خوشمون بیاد، بعد اگر دلمون خواست که غالب اوقات ضرورتی هم داره نامزد بشیم که این آشنایی جنبه رسمی پیدا کنه، راه گفتگو را راحت تر کنه، بعد معمولا درستش اینه که عقد کنیم و عروسی کنیم. ولی اینکه ما یه چیزی به اسم رابطه رو اول داشته باشیم، ای بسا یه ده بچه هم داره، بعد بیایم نامزد کنیم که اصلا من نمی‌فهمم یعنی چی، بعد با هم عروسی بگیریم یا بریم یه جای دیگه وقتی دیگه عروسی بگیریم، آخه ما یا قاعده ای رو رعایت میکنیم یا اصولی رو، یا خودمون فقط از اون استفاده میکنیم. من عرضم این بود که این چیزی که شما میگید برای من موضوعه. آخه علتش هم به سوالتون یا اشکالتون مرتبطه. ای اون مسائل مالی مطرح نبود یه قصه دیگه. بنابراین شما مادام که زن و شوهر نیستید، از نظر قانونی و شرعی در یه ارتباط خاص و تعهدی قرار نمیگیرید، در یه چارچوبی که در ایران یا در استرالیا یا باورهای خودتونه تعهدات
مالی نسبت به هم و چگونگی اون رو یا به توافق نمیرسید یا آنچه را که هست رو نمیپذیرید، هیچ کسی قرار نیست که در این زمینه از دیگری انتظار و توقعی شده داشته باشه. یعنی آنچه که شما به من میگید رو من اصلا درست نمیدونم. اینکه من بگید صمیمیت ما، دوستی ما، نوع ارتباط ما بیش از این بود که او اصلا چیزای جزئی تر از اینم به من نگه، چرا سی همچین موضوعی، یه مسئله است. ولی اینکه شما با یه مطلب دیگری شروع کردید و اون مطلب این بود که ایشون دروغگوان، بعد درباره اینکه رفتید تلفن ایشون رو چک کردید پی به این ارسال پولا کردید، که اگر بخوایم این دوتا رو مقایسه کنیم حتما کار شما در شرایطی که هستید، مگر اینکه قبلا به هم گفته باشید، کار شما بیشتر غلط بوده تا کار ایشون که دلشون خواسته پولی رو که دارن که مال خودشونه و ای بس و اصلا مال خودشون هم نیست، مال پدر و مادرشون خواستن برای اونا بفرستن یا به هر دلیلی خواستن بفرستن، چون این پول مشترک شما دو نفر نیست که شما در اون حقی داشته باشید. درسته، من چون چند دفعه گوشیشون رو چک کردم چیزای دیگه هم متوجه شدم. یه مسئله دیگه این بود که کار ایرانشون، ایشون موقعیت خیلی خوبی تو ایران داشتن و این کار ایران رو به من گفتن که انصراف دادم. من متوجه شدم که این کار رو انصراف ندادن، مرخصی گرفتن. بعد یه چیز دیگه ای که متوجه شدم این که با یه دختر خانمی تو ایران در ارتباط یعنی چت میکردن باهاشون که از لنگویجشون مشخص بود که خیلی صمیمی بودن با هم، یعنی ظاهرا من برداشتم این بود که شاید ریلیشنشیپی بوده باشه. و من شماره این خانمو برداشتم بهشون پیام دادم که ببینم چطوریه و اینا، و ایشون خیلی شوکه شده بودن، اصلا نمیدونستن که ایشون داره با من زندگی میکنه. نه صبر کنید، مورد دوم که به شما اون مطلب رو نگفتن یه ذره جای تعامل داره، برای اینکه به هر حال اون تکلیف شما رو روشن میکنه که با کسی که الان هستید او چه برنامه‌ای داره و چه هدفی داره. یا باید یه توضیح قانع کننده‌ای که شما قانع بشید نه خودشون، برای اون مورد مربوط به انصرافشون و یا مرخصیشون رو برای شما داشته باشن، چون اون موضوع فوق العاده مهمی است و اون پنهانکاری درسته. اما در مورد این آخری که اصلا جایی نداره، یعنی اینجا دیگه با توجه به نوع رابطه‌ای که شما دارید و اینکه با هم زندگی میکنید، ایشون حق نداشتن حتی یه ارتباط سلام علیک ساده هم با کسی داشته باشن یا با جنس مخالف داشته باشن بدونی که شما از اون خبر داشته باشید. این قسمت آخر رو کاملا به شما من حق میدم. خب آیا اینا رو با ایشون در میون گذاشتید که ببینید چه توضیحی براش دارن؟ بله باش تعمیم گذاشتم و گفتش که من برای یه کار اداری که ایران داشتم که همین درخواست تمرین مرخصی پوزیشن ایرانشون بود، گفتش که میخواستم به اون خانوم بگم که این خانوم بره دنبال کارم، چون کسی رو ایران ندارم که تو همون بیمارستان کار کنم. و خودشون هم به من گفتن که این خانوم قبلا باهاش چندین سال در ارتباط بوده، با هم صمیمی بودن، همدیگر رو میدیدن، ولی الان بهش گفته الان که تو استرالیا من الان فقط در حد چت، من دوباره باهاش چت کردم به خاطر اینکه این کارم رو راه بندازم و این حرف. و بعدش هم خیلی من چند روزی اصلا قهر کردم، رفتم خونه مامانم و الان عکسامون مثلا عکس دو نفرمون رو روی همه اکانتاش گذاشته، رمز موبایلش رو الان بهم گفته، الان خیلی داره تلاش میکنه رابطه رو درست کنه. ولی من نمیدونم الان این تراست تو این رابطه درست میشه یا نه. ببینید من گفتم موردی رو که ایشون اشاره کردن اگر خودشون بد نمیدونستن باید با شما در میون میذاشتن، یعنی میتونستن به شما بگن که من برای این کار، اولا اون کار داستان مرخصی یا انصراف رو مشخص میکردن، دوم میگفتن من از یکی از همکاران که خانومی هست این درخواست رو کردم و خاطر شما رو از این بابت آسوده میکردن یا شما هم در جریان میذاشتن. ولی مثل که بیش از اینه، برای اینکه شما اولا حرف رو نیست که اینا بینشون بیش از این بود و
مسئله اصلا این بود که ایشون اپلیکیشن تلگرام رو داشتن تو گوشیشون و من با اینکه چند بار پرسیده بودم آیا تلگرام داری، هر دفعه به من میگفت من اصلا تلگرام ندارم یا اون اکانت دیاکتیویت شده. ولی من شک کردم و دقیقا سر همین بود که رفتم سراغ گوشیشون، میخواستم ببینم تلگرام داره یا نه، که بعد فهمیدم تلگرام داره و با اون خانم اونجا چت میکنه و چتاش هم معمولا پاک میکرده، بعد از هر کانورسیشن چتا رو پاک میکرده. برای همین چند روز طول کشید تا من اینو پیدا کنم. شما گفتید که چند سالی، 6-7 سالی شما در ایران با ایشون رابطه داشتید. اون 3-4 سال قبل از اینکه ایشون بیان چگونه رابطه ای بوده؟ 6-7 سال تو ایران نبود، 1 سال و خورده ای تو ایران با هم در رابطه بودیم که بعدش من اومدم ایران رابطمون به حالت فار دیستنس تبدیل شد که بعد چند ماه هم به هم زدیم، چون کار نمی کرد واقعا رابطه از راه دور. بعد ایشون رفتن کانادا و پارسال اومدن استرالیا، دوباره به من پیام دادن و من دوباره وارد این رابطه شدم. ببینید، درباره آنچه که قبلش بوده به دلیل قطع و وصل شدن شما میتونید اون رو نادیده بگیرید، ولی این 14-15 ماهی که ایشون آمدن و یا رابطه شروع شده، یک قرار هست که در این مورد با هم راحت و آسوده باشید. و ضمناً میدونید من یه قاعده ای دارم که no friendship after relationship، یعنی هیچ دوستی بعد از رابطه نباید وجود داشته باشه. دو تا آدمی که یه روزی با هم رابطه داشتن دیگه حق ندارن حتی نمیدونم تبریک بگن سال نو رو یا تولد رو، چه رسه به حرفای دیگه، به هیچ وجه. برای که کاملا اینا میتونه آسیب زننده و آزاردهنده باشه به صورت بسیار سنگین و شدیدش و هیچ فایده ای هم برش مترتب نیست. یه زمانی یه رابطه‌ای بوده تمام شده، حتی در خصوص زن و شوهری که با هم ازدواج کردند و بچه دارن، عرض من این است که بعدا میتونن دوستانه در مورد فقط بچه ها رابطه‌ای داشته باشن اون زمان که ضرورت داره، ولی هرگز دوست هم نمیتونن باشن. هیچ وقت دوست هم حتی وقتی 5 تا بچه مشترک دارن، چه رسه به کسانی که با یک کسی یه زمانی رابطه داشتن و تمام شده. بنابراین این قسمت مسئله. اما اینکه ایشون آمدن گفتن از این به بعد من همه اطلاعات رو به تو میدم و در این حال باید یه توضیح درباره اون ماجرای انصراف و اخراجشون بدن و در خصوص این رابطه که چرا لفظ و یا کلام و یا نوع گفتگو یه مقدار بودار بوده و اگر قبول میکنن که در این زمینه اشتباه و خطایی کردن، شما اون موقع میتونید یه تصمیم بگیرید برای اینکه میخواید با ایشون چه کنید. ولی حتما توی مواردی از این قبیل در این سن و سال با این شرایط حتما میشه یه فرصتی رو داد. اما من یکی دو سه تا سوال دیگه دارم از شما که دلم میخواد ازتون بپرسم و اون سوالا رو الان میگم که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم شما به من جواب بدید. یکی اینکه واقعا دو سه تا چیز خوبه ایشون و یکی دو سه تا چیز بد ایشون چه هست و اصولا تو این مدت فکر میکنید از نظر احساس و ارتباط هر دو کجا قرار گرفتید و بخواید چی کار کنید؟ من فکر کردم در مورد سوالایی که گفتیم. بفرمایید، 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چی هست؟ فکر میکنم خصوصیاتی که ایشون داشتن برای من جذاب بوده پشتکار خیلی زیاده ایشون و به نوعی حالا موفقیت شاید نشه اسمشو گذاشت، برنده شدنشون تو فیلدهای مختلف مثلا از نظر کاری ایشون خیلی خیلی موفقن و این برای من جذاب بود. و ضمن اینکه من اینم بگم که من حتما دلم میخواست که همسرم پزشک باشه، همکار خودم باشه، که این حالا سلیقه شخصی بود، اصلا کسایی که فیلد کاریشون با من یکی نبود راحت نبودم باهاشون و اینکه ایشون از من موفق تره ای به نوعی سینیور تره اینا برای من همه جذاب بود. و اینم یه طوری شخصیتشه، تا حدی شخصیت ابسسیو یا پرفکشنیست داره که میخواد همه چی رو به دست بیاره و فکر میکنم اینکه ایرانو نمیخواد، موقعیت ایرانو از دست بده، یه جورایی مکسنس میکنه از این جهت که مثلا همزمان اقامت کانادا رو گرفته به فکر استرالیا هست، موقعیت ایرانش رو داشته باشه، یعنی حواسش به همه چی هست، میخواد همه چی رو داشته باشه، میخواد همیشه برنده باشه. من فکر میکنم شاید، یعنی ذهنم رفت به این سمت تو ریلیشنشیپ هم شاید یه بکاپ پلن میخواسته تو ذهنش داشته باشه.
خب همینجا نه صبر کنید صبر اینا نه صبر کنید صبر کنید اولا اون حرفی که شما میزنید که ترجیح شماست که با کسی ازدواج کنید که پزشک باشه همه مطالعات نشون میده این ترجیح درستیه یعنی مطالعات نشون میده بهترین ازدواج مال کسانی است که رشته تحصیلی و شغلشون یکی است ولی با هم کار نمی کنن یعنی در دو محل متفاوت یا در دو سازمان متفاوت هستن بنابراین اون رو میتونم بفهمم اما دو تا نکته ای که شما بهش اشاره کردید یکی این که ایشون در زمینه بیرونی به هر حال پشت کار داره و موفق است و برنامه می‌ریزه و اینا ولی وقتی که آمد سراغ این که چرایی رو مطرح کردید که زمینه‌ای برای شخصیت وسواسی مجبور فراهم می‌کنه یا کمال پرستیشون اینا نگران کننده است چون اصولا کمال پرست درسته که در جهت پیشرفت کارش حالا برنده شدن یا موفق شدن پیش میره اما زندگی سخت تلخ آزاردهنده ای داره بنابراین اینا به راحتی به دست نیامده یعنی این آنچه که به دست آمده به هزینه سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی و شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت از زندگی بوده و این رو متاسفانه به اطرافیانش که آسیب بیشتری میخورن تحمیل میکنه در حالی که اونا چنین نیستن بنابراین این موردی که به نظر من جای تأمل داره اما بعدن اون قیاسی که شما میکنید که حالا که اینجا این گونه است پس خواسته این فکرم بکنه که حالا اگر من نشدم یه دختر دیگری رو تو صندوق عقب زاپاس داشته باشه اون بسیار باعث تأسفه برای که اینجا دیگه نشون دهنده این است اگر چنینه که امیدوارم نباشد ایشون به شما به عنوان کالا نگاه کنه نه این تصور خودم بود آخه تصور شما ببینید عزیز ده صبر کنید شما مسئولیت تصورتون رو دارید یا باید بگید من دارم حرف فکر غلط بدی میکنم منفی یا اینکه باید به من بگید این برداشت من حالا شاید درست باشه یا غلط باشه ولی با توجه به حرفای دیگه ای که میزنید در حقیقت نشون دهنده این است که اون خیلی بده عزیز برای که اون نشون میده اصلا شما به عنوان شخص و انسان براش مطرح نیستید شما به عنوان کالایی که کاملا میشه جایگزین کرد بعدم تازه ایشون یه مرد 41 ساله پزشک متخصص به قول معروف حالا با توانایی ها و امکانات بسیار و پیش با پیشرفت های فراوان که قرار نه دغدغه نگرانی باشه که زن پیدا نشه یا نگران بش ندن اونم تازه 41 سالشه که اصلا جایی برای نگرانی نیست اینکه این فرض که او رو نگه داشته به خاطر اینکه شما نشوید بره سراغ اون مسئله است به من میگید نه او اینجوری فکر نمی کنه ولی خب شما اگر اینجوری فکر میکنید اشتباه میکنید یعنی میخوام و بعدم مجبورم نصب کنید و مجبورم به شما میگم من آمدم در ببینید عزیز اشتباه شما در اینه که متاسفانه شما تحصیل کرده های ایران که میدونم در چه جوی زندگی کردی تا میکنید اصلا چیزی خارج از مسئله درس و کار و پیشرفت و موفقیت های تحصیلی و شغلی نمیبینید اگر خدمتتون عرض کنم که 90% زندگی شما هیچ کدوم از این چیزهایی که گفتید نیست حتی با جنبه مثبتش مهمش اون نوع ارتباط احساسی عاطفی یه آدمه که زندگی رو از یک کمیت خشک تبدیل به یک کیفیت زیبا و با ارزش میکنه یعنی اونجا من از شما انتظار داشتم من بگید این 3-4-5 تا خصیصه روانی ایشونه در حالی که او فقط یک مسئله است که اگر شما وارد دانشگاه های معتبر ایران بشید میبینید 95% این ویژگی هایی که شما میگید رو دارن در حالی که متاسفم بگم نیمی از این افراد اصلا به درد همسری نمیخورن برای که این مسئله تبدیل شدن به یک نوع بردگی مدرن دنیای امروزه و با خودش اون آزادی و آزادگی رو که براش زندگی یه معنا و تعریف دیگه ای داره رو نداره من توی شهری زندگی میکنم عزیز بیش از 42 ساله و با هزاران هزار نفر آدم به گونه های مختلف درگیر بودم و تحصیل کرده ترین گروه ایرانیان فکر کنم ای بسا در سراسر جهان در لس آنجلس هست
اولا ما بالاترین رو داریم، آمار هم این رو نشون میده. بعد هم اصولا اینجا با توجه به جو حاکم بر شهر لس آنجلس مطمئنم بیشترین کسانی که تحصیلات عالیه رو دارن از هر شهر دیگر، حالا وارد ایران نمیخوام بشم، خارج از ایران داره و در مقام نسبی اگر بخوایم مقایسه کنیم حتی از تهران هم بیشتر. خب در این شهر من اگر 100 نفر رو دیدم به دلیل نوع ارتباطی که با هموطنان خوب و عزیز داشتم حتما 80 تاشون عالی ترین تحصیلات رو داشتن، ولی گرفتاری دقیقا در همین بیماریایی بوده که شما الان بهش اشاره میکنید، یعنی یه شخصیت وسواسی مجبور که همه زندگی شغل و کاره و وقتی در مقابل یه پسر و دختری قرار میگیره که او هم از یه همچین جو فکری میاد به نظر بسیار با ارزش میرسن، ولی شما در اینجا مثل میخواید خواهر و برادری داشته باشید، برادر راضی باشن یا احتمالاً همکاری داشته باشید از نظر کاری، ولی همسر از اینا در نمیاد. یعنی اینا اون مسئله است که باید بهش توجه بشه، برای که شما نمیخواید آنچه را که تو محیط کارتون یا تو مطبتون یا تو بیمارستان دارید حالا تو خونه هم داشته باشید. ما 8 ساعت بریم کار میکنیم ولی 8 ساعت دیگه ای که معمولاً بیداریم میخواییم نوع دیگری زندگی کنیم و یه آدمی با اون طرز تفکر و تلقی بسیار خوبه، مشروط بر اینکه حداقل شرایط احساسی، عاطفی، هیجانی، اخلاقی، رفتاری رو به گونه مکمل و متممش هم در خانه داشته باشه. و الا من به شما بگم من با صدها به راحتی که حتی آدماش به ذهنم میاد متخصص عالی رتبه‌ای در شهر لس آنجلس روبرو بودم که وقتی که با همسرشون یا بچه هاشون یا حتی فامیلش زندگی میکردید معتقد بودن که این یه رباته، این یه موجودی است که کارخانه خوابه، یعنی می کار میاد خانه میخوابه. بنابراین همه اون موفقیت ها وجود داشت، ثروتش 10 برابر بقیه بود، جایگاه علمیش بود، اگر بقیه 2 تا مقاله نوشتن این 25 تا نوشته یا بعضیاشون 200 تا نوشتن، ولی وقتی به همسرش نگاه میکردی خالی و تنها بدون هیچ احساسی، بدون هیچ ارتباط عمیقی در زندگی یا تو در ارتباط با بچه ها. بنابراین من اصلا نمیگم که آقای دکتر دوست شما چنینه یا نامزد شما چنینه، مرزم این است که شما وقتی که از این دید نگاه میکنید و الان کوششی که مجبورم به شما بگم چون نمیخوام پنهان کنم، کوششی که به جهت اثبات درست تصمیمتون میگیرید منو نگران میکنه، چون ما قرار ابتدا اسناد و مدارک رو، شواهد رو، قرائن رو بسنجیم بعد تصمیم بگیریم، نه اینکه اول تصمیم بگیریم بعد بریم دنبال اسناد و مدارک. اون موقع همه چیز رو میشه ثابت کرد، همه چیز رو، بدل اینکه همیشه بین همه پدیده‌های رابطه‌ای هست و در نتیجه میشه این رابطه رو به عنوان علت و معلولی گرفت و گفت بفرمایید این دلیل شما. میتونید ماجرای امریکا رو به هر موضوعی که دلتون میخواد وصل کنید. به همین جاست که وقتی تزای دکترا نوشته میشه غالبا کوشش در جهت اثبات یه چیزی است که غلطه تا اثبات یه چیزی که درسته. بنابراین من وقتی که از شما خواستم با توضیحاتی که اول دادید و چرا من اون فرصت رو به پیام ها به شما دادم، برای که دلم نمیخواست چون دیدم یه کمی واکنشی هستید واکنشی عمل نکنید، یه ذره ریسپاند باشه، 5 دقیقه 4 دقیقه فرصت از فکر کنید به من بفرمایید، ولی وقتی که شما آمدید چیزایی رو راجع به ایشون به من گفتید که ابداً برای من به عنوان همسر اونقدرها جایی نداره، این 5% یا 10% زندگیه. البته در مقام مقایسه با کسی که درس نخونده کار نمیکنه بله، ولی همچین آدمی قرار نیست همسر شما باشه، چون این مشکلی است که من با دوستان خوب عزیز که از ایران تلفن میکنن یا تشریف میارن دارم که حرفشون است که معتاد نیست یا مثلا قمارباز نیست یا عرق خور نیست، گویی آدما باید اینجوری یا دست به زن نداره. اینا معناش این نیست که فرد خوبیه، اینا معناش این است که اون عیبا رو نداره، ولی آدما ازدواج نمیکنن با کسی که عیب نداره، آدما با کسی ازدواج میکنن که حسنی داره یا خوبیایی داره که زندگی اونا رو بهتر میکنه و ارزش ریسک کردن همسر اونها شدن و با از اونها صاحب فرزند شدن و برای 50 سال عمر با اونها زندگی کردن رو داشته باشه. اینجاست که مسئله منه. بنابراین اگر دلتون میخواد به من یه 2-3 تا جنبه مثبت اخلاقی و
رفتاری ایشون رو من بگید در ارتباط با شما، نه محیط کار و تخصص و حرفشون، برای که اونا شما نمیخواید همکار ایشون بشی، شما نمیخواید شریک مدیکال بیلدینگ یا مدیکال کوپریشنی باشی. به من بفرمایید دو سه تا چیز خوب ایشون چیه از نظر اخلاقی، رفتاری، احساسی، عاطفی، هیجانی، هر چی خوبی، هر چی که شما اون رو خوبی میدونید. ایشون یه خوبی که داره اینه که من حس میکنم آدم مسئولیت پذیریه و میشه روش حساب کرد. و یه خوبی دیگه ای که من دوست داشتم در موردش اینه که من خودم خیلی آدمی هم که حالا به قول خودتون شاید خیلی ریاکتیوم، هیجانی هم، خیلی زود عصبانی میشم و ایشون خوب خودش رو کنترل میکنه وقتی بحث میکنیم. اینا خان دکتر، اینا هیچ خوب نیست. نه اولیش خوبه، باز اولی دنباله همون حرف قبلیتون بود عزیز. مسئله مسئولیت پذیری، ببینید، باز ببینید عزیز، بذارید من شما بگم. مسئولیت اصلا اصل اساسی مسئولیت یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران، در حقیقت یک اندازه متناسب داره. من همیشه گفتم مثل درجه حرارت بدنه که 37 27ش که آدم مسئول نیست و 47ش که آدم بیش از حد مسئول بیماریه و مرگه. بنابراین مسئولیت پذیری ایشون برای یه آدمی مثل شما که در 31 سالگی پزشکید و همچنان به دنبال رشد در همین زمینه هستید، منو نگران میکنه. یعنی باز برمیگرده به اینکه یه آدمی است که داره مثل من میدوه و اصلا استراحت نمیکنه و نفس نفس میزنه و بیش از حد. و دومی که مرتبط به اینه باز همینه، یعنی همه اینا دور یه محور داره میچرخه که شما در حقیقت گفتم به دنبال مثل پدر و مادر است که همچی فرزندی رو میخواد که به قول ما ایرونی هم میگم تنها کار تو درس خوندن، سر تو بنداز پایین درس تو بخون. یعنی این نگاهه. یا به دنبال کسی است که به دلیل اینکه همیشه خودش این گونه ازش انتظار و توقع بوده، یه انسان مناسب رو یا خوب رو در همین تعریف میبینه. من اونجا هیچ اشکالی ندارم عزیز. من عرضم این است که اونا تازه همونطور که خودتون گفتید مثل اینکه شغل یکی باشه یا تحصیلات، امتیاز و خوبی شماست. ولی من درباره ویژگی انسانی، اگر بشه گفت شخصیتی روانی ایشون کار دارم که مسئولیت مهمه. ولی باز شما هم دارید همون حرفی رو میزنید که من صدها بار از هموطنان خوب و عزیز در ایران شنیدم که ببین این مسئولیت داره. چرا؟ برای که بقیه غیر مسئولیت هست. مسئولیت یه مسئله عادی آدم هست. پس که بگید فارسی هم بلدی، جدول ضرب هم حفظه. خب معلومه آدمی که فارسی بلد نیست، جدول ضرب هم بلد نیست، خیلی بده. ولی آدمی که جدول ضرب بلده و فارسی بلده که امتیازش نمیشه. که من به شما بگم تا این همه فرصتم بوده دو سه تا چیز خوب ایشون رو پیدا کنید، شما آخر کار برگردید به من، واقعا به من بفرمایید فارسی هم بلده، جدول ضرب هم بلده. یعنی من اون انتظار رو ندارم. یعنی دلم میخواد شما در ایشون یه چیزی دیده باشید که در شما ببینید. نگاه کنید به تعریف عشق. تعریف عشق اینه که یک احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است که ما رو به اونجا میرسونه که زندگی او با زندگی ما یکی میشه. راحتی او مثل راحتی من، خواب او مثل خواب من، خوشبختی او مثل خوشبختی منه و موردی است اسپشیال، یعنی کاملا ویژه هست. من در ارتباط با هیچ کس این وضعیت نبوده، استثنایی است. یعنی یه مورد خاصی است که اصلا من فکر نمی‌کردم با نسبت به کسی پیدا کنم و منحصر به فرد، یونیک، کس دیگه‌ای مانند او نیست. و همیشه مثال زدم مثل اینکه شما اگر قرار باشه برید بچه نمیدونم خواهر یا برادرتون رو بردارید، میدید خود اونو برمیدارید، بچه بهتری رو براش نمیارید. و من اصلا در صحبت‌های شما نمیگم نیست، در صحبت‌های شما این رو نشنیدم. یعنی تمام مدت ذهن و فکر شما مشغول اون گونه ایست که خودتون به نظر من اقلن 20 و چند سال بعد از دبستان باش بزرگ شدید و به من در یه پیام میده که این رو برای نامزدتون هم خطرناکه که یه آدم کاملا تند حرفی که میخوام بزنم، یک بودی هستید که جهان فقط درس است و پیشرفت و مهم
اینه که این بچرخه و آدما اینجا مسئول باشن و دنبال کار باشن، حتی برای خودشون آلترناتیوایی داشته باشن. ولی تو پیامی که شما من دادید، تو پیامی که شما من دادید بوی شخصیت وسواسی مجبور ایشون میاد، یعنی obsessive compulsive personality disorder. و اگر ایشون چنینن که میتونیم راجبش صحبت کنیم، زندگی ایشون سخت تلخه، برای که از اشتباه، از شکست، از حرف مردم وحشت داره، اصلا زندگی رو نمیخوان از دست بدن، وقشناسن، مرتبن، منظمن، دقیقن، پشت کار دارن، مسئولیت پذیرن، ولی به دلیل اینکه نمیخوان اشتباه بکنن بسیار در تصمیم گیری مردده و بنابراین دائما دارن فکر میکنن که مبادا یه چیز بهتری بعدن پیدا بشه. و اینجاست که مسئله یونیک و منحصر به فردن راست. بس که من برم در مدرسه بخوام پسرم رو بردارم، بگم حالا فرید یا پرهام بیان، بگم حالا اینا برن بزنم، شاید از اینا بهتر پیدا بشه، اونا رو بردارم برم. اینا نگران کننده است عزیز. اینا میخوام نگاه کنید که مخصوصا با توجه به شرایط خاص ایران، بسیاری از ما با وجودی که تصور میکنیم در یه جو و محیطی هستیم که احتمالاً مثلا روحانی است یا معنوی است یا هر چیزی که میگن، بسیار بسیار مادیه. و وقتی نگاه میکنی میبینی در تحلیل نهایی حتی مسئله درس و کار و شغل و مواظبت و مراقبت و بهداشت و پزشکی هم که شما توش هستید، تمامش بوی پول را داره به صورت غیر مستقیم. اینی که من نمیخوام الان که در این گفتگو میکنیم و شما روی خط آمدید و این موضوعی است که به هزاران هزار افراد تحصیل کرده و آگاهی مانند شما مرتبطه، و اگر من درگیر واقعا به جرئت نمیتونم بگم صدها، واقعا هزاران موردش نبودم و با مسائل و مشکلات مربوط به اونها بعد از 2 سال، 5 سال، 10 سال زندگی درگیر نمیشدم، اینقدر با این صراحت و محکمی خدمتتون نمیگفتم. ابدا نمیگم شما و ایشون چنینید، ولی میگم به نظر میرسه که یه چنین احتمالی هست. لطفاً مواظب و مراقبش باشید، یعنی مثل یه بیماری کشنده ای که درست احتمالش 5% ولی اصلا نمیشه نادیده گرفتش و باید اتفاقاً خیلی جدی گرفتش، برای که موارد دیگه اشکال و اختلافی که در این فرد هست اصلا مهم نیست، هم از اینکه داشته باشه یا نداشته باشه، امروز بفهمیم یا نفهمیم یا 5 روز بعد بفهمیم. ولی این مسئله که الان هست، اگر یه خونریزی مغزیه، اگر یه گرفتگی رگ اصلی قلبه، مسئله نیست که بگیم نه 5-10% بیشتر به نظر نمیرسه، نه، این میشه موضوع اول، در حالی که ممکنه یه موضوع 70% که اهمیت کمتری داره اونجا باشه. حالا بنابراین بگذارید ما باز پیام ها رو بشنویم. لطف کنید یه کمی فکر کنید، من انتظار ندارم حرفای عجیب و غریبی به من بزنید، ولی من فقط دلم میخواد شما در حقیقت اون لباس پزشکی خودتون و ایشون رو در بیارید و به عنوان یه دو تا جوون تحصیل کرده آگاه و باهوش و توانا به جنبه‌های دیگر روابط انسانیتون، حتی روابط احساسی عاطفیتون، در بیان علاقتون، ابراز عشق و علاقتون، در رابطه جنسیتون، در همه اینا که به نوعی شما رو به عنوان دو تا انسان به هم گره میزنه و مرتبط میکنه، با هم صحبتی داشته باشید. خب چی فکر کردی تو این مدت؟ یه مورد دیگه که من نمیدونم نکته مثبت ایشونه یا شاید نکته ضعف منه، اینه که من حس میکنم که خیلی فیزیکالی و سکشوالی به ایشون اترکتدم و این چیزیه که برای من خیلی مهمه، چون من قبلا بسیار مهمه و بسیار بسیار مهمه. اصلا اگر فیزیکال و سکشوال اترکشن وجود نداشته باشه یا کم باشه حتما ایراده، و اگر این به اندازه کافی هست خودش یه جنبه مثبت، این تنها جنبه به نظر من حسی است که نقش فوق العاده ای در انتخاب همسر داره. بنابراین این رو کاملا میتونم بپذیرم و به نظر من یه وقتایی نگران اینم که این قضیه رو اوور ولیو نکنم، چون من این حس رو قبلا به کسی به این شدت یا حتی نزدیک این شدت نداشتم و همیشه این نگرانی رو دارم که به خاطر این قضیه تنها نمیخوام انتخاب کنم، ولی خب همون که گفتین اصلا نباشه اصلا رابطه معنی نداره. نه و الان حس میکنم خیلی خب نه برای که نه، چون وقت کمی است. اوور ولیو نکنید، راهش دو چیزه، یکی به جنبه‌های مثبت، 5 تا چیز مثبت دیگه ایشون بگید، یکی اینکه 2-3 عیب ایراد برجسته ایشون نداشته باشه. چون وقتی شما این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ میکنید
که یا ایشون حسن دیگه ای ندارن روی این میچسبی، یا معایب ایشون رو در حقیقت نادیده میگیرید، بی اهمیت میکنید، خب به این میچسبید. یعنی وقت شما به من بگید که این مثلا یه نقش 20-30% داره، با تون کاملا موافقم، بدون اون اصلا مسئله است، یکی از مهمترین هاست حتما، ولی به من با 4 تا چیز خوب دیگه هم درباره ویژگی روانی یا شخصیتی ایشون به من بگید، و در این حال یه نگرانی بزرگ یا 4-3 تا نگرانی کوچک دیگه نداشته باشید. چون اگه به من برگردید بگید ایشون معتادم هست، عرق خورم هست، خب تموم کار ما دیگه، نه؟ بنابراین مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی شما میتونید یه چیزی رو به قول خودتون اوورولیو نکنید، اهمیتش رو بیش از اندازه نکنید، که به بقیه عوامل و فاکتورها هم یه وزنی بدید. بنابراین شما هم گید 20-30% موضوع اینه و برای من مهمه، واقعا حرفی ندارم در حد 20-30%، ولی 70-80% دیگه از دو بخش تشکیل میشه، یکی جنبه های مثبت ایشون و یکی واقعا نبودن یه جنبه های منفی که معمول و مرسومه در یه جامعه مانند ایران یا در میان زنان و مردان، بسته به اینکه انتخاب کننده کدامه. بذارید از شما من 2-3 سوال بکنم. آیا شما فکر میکنید در ارتباط با هم و در وقتی که با هم هستید همیشه حرف برای گفتن و شنیدن و اینا دارید و هیچ وقت کم نمیارید، یا اینکه نه بعد از یه مدتی ترجیح میدید بشین فیلمی ببینید، برنامه تلویزیونی تماشا کنید، یا ترجیح میدید با دوستانتون باشید، برای که خودتون دوتایی با هم اونقدر همدیگر رو تکمیل نمی کنید؟ من که هیچ وقت کنارشون حرف کم نمیارم، فکر نمی کنم حرف کم بیاریم برای با هم بودن. یه وقتایی میشه من بهش میگم تلویزیون رو خاموش کن با هم حرف بزنیم، یا مثلا وقتی داریم غذا میخوریم من میگم ترجیح میدم تلویزیون نباشه، خودمون فقط باشیم. بیشتر شاید از طرف من باشه، ولی هیچ وقت حالا نشده که ترجیح بدم با دوستان باشم تا با ایشون. خب برای شما رو میدونم، ولی شاید ایشون شاید ترجیح میدید که تلویزیون روشن باشه تا شما حرف بزنید. یعنی میخوام بهتون بگم اون ورش هم باید مواظب باشید، ما راجع به ازدواج صحبت کنیم، راجع به شما که صحبت نمی کنیم. سوال دوم، آیا فکر میکنید ایشون کسی بوده غیر از جنبه سکچوال که در از شما و در شما بهترینتون رو یا خوبتون رو بیرون آورده، یا کسی هست که برخی از اوقات یه جوری با شما برخورد میکنه که اون جنبه بد و منفی شما که این بسا یه ساله یا 5 ساله هیچ وقت از شما بیرون نزده میزنه بیرون؟ مثلا ببینید آدم هایی هستن که 10 ساله تو عمرشون حرف زشت نزدن، در یه رابطه زشترین حرفا رو میزنن. آدم هایی هستن که 20 ساله دست رو کسی بلند نکرده، در یه رابطه رفعه میبینن ظرف 6 ماه 4 دفعه حالا یا دست بلند کردن یا قصد این کار رو داشتن یا میل به این کار رو داشتن. خب در اینجا خوب اونا بیرون نیامده، بد اونا بیرون آمده. خودتون تو این مدت احساس میکنید که شما توان اینو دارید که خوب یا بهترین هم دیگر رو بیرون بیارید، یا برخی از اوقات بد و بدترین رو؟ سوال سختیه، ولی مثل اون مثالی که زدین اینطوری نیستش که مثلا من خیلی بعض وقتا عصبانی میشم، فکر میکنم نسبت عصبانی شدنم و از کوره در رفتنم با ایشون کمتر از مقداریه که با خانواده خودم عصبانی میشم، ولی شاید اضطراب من تو این رابطه زیاده. من کلن انگزایتی دارم، ولی حس میکنم از زمانی که این رابطه جدی شده انگزایتیم داره بیشتر میشه. آخه اشکال کار این است که ایشون هم دارن عزیز، ایشون هم با توضیحاتی که شما میدید حتما یه آدمی است که نه تنها انگزایتی داره، یه مقدار به مرحله وسواس رسیده. بذارید ازتون یه سوالی بکنم، چون شما اشاره کردید حالا 4-5 سالی هرچی به نوعی در ایران و اینها با هم دوست بودید، آیا وقتی قطع رابطه میکردید شما هم سراغ کسای دیگه میرفتید و روابطی داشتید یا نداشتید؟ بله من سراغ کسای دیگه میرفتم، دیت میکردم، روابطی رو سعی میکردم شروع کنم، ولی واقعا هیچ وقت اون چیزی که میخواستم رو پیدا نکردم. این فیزیکال و کمیکال اترکشنه واقعا نبود، و هر چقدر طرف خوبیایی داشت نمیتونستم بدون این فاکتور تو رابطه بمونم. برای همینه که میگم این قضیه داره برام بزرگ میشه. متوجهم. و من هیچ وقت سب کنین مهمه. آیا ایشون از اون روابط شما خبر دارن و از کم و کیفش؟ بله ایشون خبر دارن کاملا، من همه چیو بهشون گفتم.
مشکلی ندارم. یه مشکلی که من با ایشون دارم اینه که ایشون در مورد روابط گذشتهشون با من صادق نبودن و من گفته بودن هیچ رابطه جدی نداشتن و من گفته بودن رابطه جنسی اصلا نداشتن قبل از من. من تمام اینا الان برام زیر سوال رفته. نه اونه که درست نمیگه، اونه که نه، یعنی قصدشون از اینکه هیچ‌وقت من رابطه جنسی نداشتم از زمان آشنایی با شماست، 5-6 سال قبل یا اخیراً دارن؟ اصلا کلاً جواب نمیدن. نه جواب ندادن، مثل که تلفنتون فکر کنم قطع شد، از استرالیا بودی. جواب ندادن برخی از اوقات درسته. ببینید عزیز، من یه بازی توضیح بدم. تو این گونه موارد مثلا وقتی سن اینقدر، سن ایشون یه کمی بالاست، قراره که در 3-4 دقیقه کلیات روابطشون رو بگن بدون جزئیات، ولی همه رو بگن. و یک بار اگر سوالاتی هم شما دارید تو اون موارد کلی، باز نه جزئی، جواب شما رو بدن. و اگر به نظرتون عادی آمد دیگه اینو پشت سر بگذارید. ولی اینکه ایشون کاملا پنهان کنند و یا نگند و ای بسا یه دفعه شما متوجه بشید که تعداد این روابط اگر در یه آدمی با سن و سال ایشون هرچی مثلا 3 بوده، ایشون 13 یا 30 داشتن، شما رو از هم میپاشه. و به نظر من این موضوعی نیست که برای یه پزشک متخصصی که در ایران و کانادا و بیارن استرالیا هست قابل قبول باشه. نمیگم نمیشه، ولی به نظر من غیر عادیه، مخصوصا یه چنین رفتاری که شما الان مدعی هستید ایشون میگن دارن، برمیگرده یا به یک باورهای بسیار سنگین اعتقادی و مذهبی که بعید میدونم ایشون داشته باشن، و یا برمیگرده به یک گرفتاری و بیماری. و الا یه مقدار جای سوال داره که یه مرد 41 ساله پزشک مثلا متخصصی روابط جنسی تا به حال نداشته و فقط با شما داشته، اونم تازه این که از مال شما چرا از کی بوده و چرا مال شما استثنا بوده، وقتی هم شما نبودید چطور نبوده، یه مقدار همه اینا زیر سواله. حرف آخرم رو میزنم، اگر میخواید مطمئن بشید لطفاً دوتایی صادق و صمیمی هر چه هست رو بگید، هر سوالی رو هم دارید مطرح کنید، بعدم ببینید با اون چه میتونید بکنید. به من میگید که تو بوی خیلی خوب و خوشی از این گفتگو، از این رابطه به مشامت میاد یا حس میکنیم، پاسخ من این است که نه. من یه مقداری پرسش و مسئله تردید رو دارم، علائم و نشانه‌هاش رو شما من دادید، ولی میتونه اینا بی خود باشه، ولی شما باید بی خود یا با خود بودنش رو ازش مطمئن بشید. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی فکر میکنم حرفا اونو با هم زدیم.